سلام، من میلادم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی ویدیوی امروز میخوام روش نصب بازی ماینکرافت روی کامپیوتر رو بهتون آموزش بدم. این ماینکرافتی که ما میخوایم نصب بکنیم ماینکرافت جاوا ادیشنه. ماینکرافت بدراک هم داریم که همون بازی ماینکرافت برای کنسول مثل PS4 و Xbox، و PE هم داریم، ماینکرافت PE یا پاکت ادیشن که ماینکرافت موبایل هست. ولی اون چیزی که ما میخوایم امروز آموزش بدیم ماینکرافت جاوا ادیشن هست که روی کامپیوترهاتون میتونید نصب کنید. با این روشی که من آموزش میدم خیلی راحت میتونید بازی رو نصب کنید و علاوه بر اون هر ورژنی از بازی رو که خواستید میتونید بازی بکنید، چه ورژنای قدیمی بازی، چه ورژنای جدید و حتی اسنپ شات هایی که برای ورژنهای آینده منتشر میشه رو هم میتونید از این روش نصب کنید و بازی بکنید. اولین موردی که شما نیاز دارید نصب بکنید جاوا هست. برای اجرای بازی ماینکرافت جاوا ادیشن نیاز هست که جاوا روی کامپیوترتون نصب شده باشه. برای این کار توی گوگل خیلی راحت میتونید بنویسید جاوا دانلود و یک تعداد زیادی سایت واسهتون میاره، یکیشو میتونید انتخاب بکنید و اون چیزی که ما دنبالش میگردیم اینه: جاوا اس ای ران تایم. ما ران تایم انوایرمنت رو میخوایم نصب کنیم. این اولی که زدم این جی دی کا بود، این برای برنامه نویس ها هست، برای کسایی که میخوان برنامه های جاوا دیولاپ بکنن. چیزی که ما میخوایم این ران تایمه، یا این جی آر ای که اینجا نوشته. با یک سرچ خیلی ساده میتونیم این جاوا ران تایم رو پیدا بکنیم و اینجا پایین تر اگر بیا میبینیم که هم نسخه 7 رو داره، هم نسخه 8 رو، و گزینه های دانلودش رو اگر نگاه کنیم هم 32 بیتی داره، هم 64 بیت، و هم ویندوز، هم لینوکس، هم مک. اما ما کدوم یکی از این گزینه‌ها رو باید دانلود بکنیم؟ اگر سیستم عاملتون ویندوز هست که به احتمال خیلی زیاد ویندوزه، یکی از این دوتا گزینه رو باید انتخاب بکنید. اگر هم مکبوک دارید این گزینه رو باید انتخاب بکنید. اگر هم لینوکس استفاده می‌کنید احتمالاً نیازی به این آموزش ندارید، ولی خب از این دوتا گزینه باید استفاده بکنید. اما قبل از دانلود کردن میتونید بیایید داخل مای کامپیوترتون یا داخل این قسمت دیس پی سی، یک راست کلیک اگر بکنید روی گزینه پراپرتیز کلیک بکنید، این صفحه رو براتون میاره که مشخصات کامپیوترتون رو می‌نویسه. این قسمت سیستم تایپ نوشته اینجا 64 بیت، ممکنه برای شما نوشته باشه 32 بیت یا 86x. اگر اینها بود ورژن 32 بیت رو بعد نصب بکنید، اگر هم نشو 64 بیت نسخه 64 بیتی رو بعد دانلود بکنید. فقط فراموش نکنید که این قسمت حتما ران تایم رو دانلود بکنید و نه دیولاپمنت کیت، و اینکه آخرین ورژن جاوا رو میتونید دانلود بکنید و نسخه متناسب با سیستم خودتون. من بعد اینجا 64 بیت رو کلیک بکنم و واسم دانلودش رو میاره. بعد از اینکه این فایل براتون دانلود شد میتونید اکسترکتش بکنید یا اوپنش بکنید، و یک دونه فایل داخلش هست که اینو اگر اجرا بکنید پروسه نصب جاوا شروع میشه. کار سختی هم نیست، یک تعدادی نکست و کانتینیو اینها داره که اگر بزنید نصب انجام میشه و جاوا رو سیستمتون نصب میشه. اگر هم میخواید بدونید که سیستمتون جاوا داره یا نه میتونید از این قسمت اینجا بنویسید CMD و داخلش بنویسید جاوا. همینا اگر بنویسید، اگر این گزینه ها رو واسهتون آورد یعنی که جاوا دارید، یا اگر بنویسید جاوا داش ورژن، ورژن جاوا رو، جاوایی که روی سیستمتون نصب شده رو بهتون میگه. اینجا نوشته جاوا اس ایران تایم انوایرمنت بیلد 1.8. بعد از اینکه جاوا نصب شد روی سیستمتون کافیه بیایید داخل سایت تیلانچر، tlauncher.org، آدرسش رو توی توضیحات ویدیو هم براتون می‌نویسم. زمانی که این سایت باز بشه می‌بینیم که تیلانچر برای پاکت ادیشن برای گوشی موبایل هم وجود داره، از اینجا می‌تونید دانلود بکنید. اما اون گزینه‌ای که ما می‌خوایم اینه، نوشته دانلود TL. زمانی که اینو کلیک بکنید سه تا گزینه براتون میاره که سیستم عاملتون رو باید انتخاب بکنید، که احتمالاً شما ویندوز دارید و این گزینه اول رو انتخاب می‌کنیم. دانلود تیلانچر شروع میشه و می‌بینیم حجمش هم خیلی زیاد نیست، 14 مگه. صبر می‌کنیم دانلودش تموم بشه و بعد میریم سراغ نصبش. این فایلیه که من دانلودش کردم، کافیه که اینو بازش بکنیم.
اینجا یه گزینه کانتینیو داره میزنیم، آی اکسپت رو میزنیم، کانتینیو میزنیم و کانتینیو اگر بزنم توی این آدرسی که اینجا نوشته بازی رو نصب میکنه. من چون تیلانچر رو سیستمم نصبه دوباره نمیزنم، شما اینو اگر بزنید شروع میشه نصب بازی و بعد یه گزینه فینیش داره، اونم بزنید نصبش تموم میشه و بازی روی سیستمتون نصب میشه. زمانی که تیلانچر روی سیستمتون نصب بشه احتمالاً آیکونش روی دسکتاپتون میاد، اگر نیومد میتونید این قسمت سرچش بکنید تیلانچر و اگر روش کلیک بکنید تیلانچر براتون باز میشه. حالا من اینجا بازش کردم، این هم صفحه تیلانچر که میبینیم به چه شکلی هست. حالا این قسمت شما میتونید اکانتتون رو ست بکنید، اگر اکانت پریمیوم داشته باشید از اینجا میتونید اضافهش بکنید، اگر هم نداشته باشید مسئله نیست، میتونید یک اس بنویسید و وارد بازی بشید. ولی این قسمت مهمتر جاییه که میتونیم ورژن بازی رو انتخاب بکنیم. تمام ورژن های قبلی بازی رو هم میتونید از اینجا انتخاب بکنید، هر کدومو که خواستید کلیک میکنید، اینجا گزینه اینستال رو اگر بزنید شروع میکنه به دانلود کردن اون ورژن و بعد بازی رو براتون میاره. این گزینه latest release هم که نوشته آخرین ورژنیه که منتشر شده که میتونید از اینجا انتخابش بکنید، فعلا ورژن 1.15.2. اما یک کار دیگه هم که میتونید بکنید اینه که از اینجا اگر کلیک بکنید روی این گزینه قسمت settings میتونید این show snapshots رو هم فعال بکنید. این دکمه save رو میزنیم و حالا تمام snapshot ها رو هم برامون اینجا میاره. الان این چند تایی که میبینید اسنپشات های ندر آپدیت هست که هر کدوم رو خواستید میتونید انتخاب بکنید. من چون قبلا دانلود کردم اینجا نوشته انتر دی گیم، ولی اگر دانلود نشده باشه اینجا گزینه اینستال رو میاره و میتونید نصبش بکنید و وارد اسنپشات های ندر آپدیت هم بشید. و البته تمام اسنپشات های قبلی بازی برای ورژن های قبلی رو میتونید اینجا ببینید. یک کار خیلی خوبی هم که اینجا میتونید انجام بدید اینه که روی این گزینه این قسمت اگر کلیک بکنید این فولدر ماینکرافتتون رو براتون باز میکنه و وارد فولدر سیوز اگر بشید تمام سیوای بازیتون رو براتون میاره. حالا زمانی که من مپ لتس پلیم رو گذاشتم براتون که دانلود بکنید، یک همچین فایلیه، اینو دانلود میکنید، حجمش هم حدود 1 گیگه. اینو زمانی که دانلود بکنید کافیه که توی این فولدر اکسترکتش بکنید، فقط حواستون باشه مپو که باز بکنید بعد محتویاتش این شکلی باشه، اینطوری نباشه که مثلا اینو بازش بکنید باز دوباره یک فولدر به همون اسم باشه و بعد بیاد داخل اون مپه. اگر اینطوری بود کافیه که این فولدری که داخل هست رو کاتش بکنید و بیاید اینجا پیستش بکنید و وقتی که وارد بشید باید یک همچین حالتی داشته باشه، یک همچین فایلی داخلش باشه. اگر این کار رو انجام بدید خیلی راحت بعد از وارد شدن به بازی تمام این سیوا رو براتون میاره. اما یک نکته هم بگم راجع به نصب آپتیفاین، زمانی که شما تیلانچر رو نصب بکنید خیلی راحت از این قسمت میتونید آپتیفاین هم نصب بکنید. اگر آپتیفاین برای اون ورژنی که شما میخواهید بازی بکنید وجود داشته باشه توی این لیست میتونید پیداش بکنید. اینجا ما هم ریلیز 1.15.2 داریم هم آپتیفاین 1.15.2. اگر اینو انتخاب بکنیم، آپتیفاین 1.15.2 رو انتخاب بکنیم و وارد بازی بشیم، خودش آپتیفاین رو برامون دانلود و نصب میکنه و وارد بازی میشیم. زمانی که آپتیفاین رو نصب بکنید اگر وارد قسمت آپشنز بشید یک سری گزینه های اضافی تر هم بهتون میده. توی این قسمت اگر بیایم یک سری از این گزینه هایی که من اینجا دارم رو، مثلا همین شیدرز رو شما ندارید، اینجا میشه شیدر هم نصب کرد که گرافیک بازی تغییر بکنه، یا خیلی دیگه از تنظیمات، حالا من دقیقا نمیدونم کدومش مال آپتیفاینه، احتمالا توی حالت معمولی بازی وجود نداشته باشه. و البته کاری هم که میشه انجام داد زوم کردن توی بازیه. اگر دکمه سی رو نگه داریم میبینیم که میتونیم با این آپتیفاین زوم هم بکنیم توی بازی. خب من آموزش نصب بازی، نصب آپتیفاین و ریختن مپ رو اینجا توضیح دادم.
به این خاطر که توی هفته آینده احتمالاً حالا شرایط یک مقداری بهتر بشه بتونم قسمت آخر سری لتس پلی رو ضبط بکنم، توی قسمت 50 قرار مپ این وردم رو براتون بذارم که دانلود بکنید. میتونید با این روشی که توضیح دادم بازی رو روی کامپیوتر هاتون نصب بکنید و مپ رو دانلود بکنید و نصب بکنید روی سیستم هاتون و خودتون توی این مپ بازی بکنید. اما اینم بگم که همونطوری که قبلا توضیح دادم، یک مقداری با توجه به شرایط فعلی و بحث قرنطینه و اینها، من شرایط ضبط ویدیو ندارم متاسفانه، چون برای ضبط ویدیو بعد از خونه خارج بشم و فعلا شرایط مناسبی برای این کار نیست. به همین خاطر این سری که تموم بشه، حالا هر موقعی که تونستم قسمت آخر رو ضبط میکنم براتون میذارم، ولی بعد از اون یک مقداری طول میکشه تا سری های جدیدمون رو شروع بکنیم. تمام سعیمو میکنم که زودتر این کار رو انجام بدم، زودتر سری های جدید رو شروع بکنم، ولی خب ممکنه یک مقداری فاصله بیفته بینشون. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و بهتون کمک کرده باشه. اگر دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایک بکنید، سابسکرایب به کانال یوتیوب رو هم فراموش نکنید که کمک خیلی بزرگی به من میکنه. و تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.